حتما ایرا شنیدید میگه وقتی که پول نداره عشق و عاشقی پس کدامه. ای داستان نه که میگم داستان حقیقی است که در همون ولایت ما رخ داده. داستان ریحانه و لطیفه میخوایم با شما امروز تعریف کنم. البته نمیخوایم نام را همونطور رسمی بگویم ولی یک اسمایی که نام میبرم مستعار است. در سال 2013 و 14 یک رفیق داشتم اسمش لطیف بود، بسیار بچه خوشرو و مقبول بود. در صنف 8 عاشق شد، عاشق یک دختر شد، دخترم خیلی خوشرو بودن. اینا با هم در ارتباط بودن، با تلفن صحبت میکردن و هی و مسیج داشتن با هم. پس از یک سال عاشقی بین این دو بچه، دخترک گفت که خب یا بیا خواستگار خانه ما یا ما امراد فرار میکنم. بچه‌ک گفت که وضعیت اقتصادی ما خوب نیست، من نمیتونم بعد چند مدت صبر کنی. دخترک برش اختار داد، گفت اگر نبیایی یا مرا فرار ندی ما یک دیگر پیدا میکنم بر خود. این رفیق ما چون وضعیت اقتصادیش خیلی خراب بود ولی بچه بسیار خوشرو بودن، بچه ناچار شد تا این دختر فرار بده. این دختر فرار دادن بردن خانه شب همگام. البته این فرار رو میخوایم در بروش تشریح بدیم که در ولایت هایی که ما زندگی میکنیم و از درجات فرار از منزل یک چیز عادی است. دختر فرار میکنه و یک هرچند در بعضی ولایت یک رسم رواج ناپسند است ولی در ولایت ما نیست، چون یکی از خوبیت هایی که داره که فرار هم دو مصرف های گزاف عروسی و مچم شیرنیخوری و جزیه و این چیزا می باشه. بیشتر کسایی که مثلا زیاد پولدار نیست و وضعیت اقتصادیش خوب نیست، این فرار یک گزینه است. بالاخره یک شب هنگام لطیف ریحانه را فرار داده بود و برده بود خانهش. خانش که برده بود، مادرش پدرش اینا مداخله کرده بود که تو فلان دختر مردم آورده، ما نمیتونیم علین ازی یا مگلی ازی را پرداخت کنیم. فامیل دختر بسیار مردم های پولدار بودن، دارم نبود ولی نسبتا وضعیت اقتصادیشون خیلی خوب بود. بالاخره ای شب که لطیف ریحانه رو میبره خانه، پدر مادرش کلگی با این جنگ میکنه. تقریبا ساعت های هفتی هشتی شب بودن تا ساعت 12 و 11 شب اینا با هم جنگ میکنه، دعوا میکنه که دختر پس ببر، هر قسم میشه دختر مردم پس ببر، ما نمیتونیم خیلی نجر پرداخت، وضعیت اقتصادی ما ضعیف است، خود میفهمید خانه چیزی نیست، ما چی رو به اینا بتیم. خب مادر لطیف هیلگری میکنه، دختر بازی میتنه، میگه برو تو خانه همین وقت بگو که ما خانه خوارم بودم یا یک کدام جایی بودم، یک بهانه بکو دیگه. بالاخره یا خانه دوستم بودم، برو صبح برو خانه و ما بعد از یک ما خواستگار میاییم، یا خواستگار میاییم بالاخره پیش پدرت میاییم تو خواستگاری میکنیم، این رقم هم خوب است که ابروی پدرت نمیره، هم ادیخل خوب است، ما قد پدرت چانه میزنیم، شاید بتانیم امی مصرف گذاف عروسی و توانه چیزو رو پدرت نگیره از ما. دخترک سادگک راضی میشه و ساعتای قره اونا با هم زیاد دور نبودن، تقریبا یک ساعت را بودن. اینا دمی صبح میبرن دختر نزدیک خانهش رها میکنن، دختر میرم و ما خانه خوارم بودم. خب خانه خوار از هم در قره دیگه پهلوی از اون هسته، بالاخره خوار خودم راضی میکنه که تو یک چیزی بگو ما همیشه او رفته بودیم، تو مشکل این تو مشکل، ولی اینا قراره مثلا یک ماه بعد دیگه عروسی بیای، خواستگار بیای و روی ازدواج میکنم. بالاخره خواهر از او دخترم راضی میشه، همین دروغ به پدرشون میگه دیگه. وقتی دختر رها میکنه، دختر رها میکنه، بچه میفهمیده که مادرم دروغ میگه، فقط یک کار کرد، دختر از خانه گم کرد، پاشه چپ کرد، دیگه رو آبرو همه چیز رفت. چه وقتی صبح میه دختر در نزدیک خانه زیرها میکنه، خودش میه خانه، در خانه که میه مادرش میگه این خوبش خلاص شد، نه عروسی مرسی دیگه ایلاک و دیگه پوشش دیگه ای کار نکن، ما وضعیت اقتصادی خوبی نداریم. همین بچه را لطکوب میکنه، بازی بچه آبرویش رفته بود،
میگه از انسان یک عزت و آبرو یک امو جوانیش است. امی جوانی و رو آبروی جهان رفته بود، ای چی کار میکنه؟ تفنگ سجمهی میگه ما امو تفنگ هایی برای شکار است. میبره پور میکنه در بادام، در مونده بادام نصب میکنه، باز یک صدا ثبت میکنه، صدا در پدر مادرش ثبت میکنه، خود با تفنگ چرایی فیر میکنه، در قلبش اونقدر تکه تکه که بود که این قسمتش بخی درون رفته بود. زبان ما بود یا غرور ما بود که غرور ما شما زیر پا کردید، پس از این زندگی برای من اهمیتی نداره. اگر شما میلیاردر شدید یا میلیونر برای من هیچ، من زیر پا شد. همین بود که خودش را خودکشی میکنه. فقط توصیه میکنم برای دوستای و کسایی که نوجوان میشه و کوشش کنین که پول ندارین عاشق کسی نشین. وقتی که پیسه نداری پس عاشق کیلوی چنده وقت است. این دوستان واقعی بود. دوست عزیز جان مستین، خدا یار نگهدارتان. بسیار تشکر از اینکه در دو روز گذشته ما را حمایت کردین. جهان سپاس.